اوکی آقا فعلی بخواب. حالا ببخشید من یه سوال کلن اشخافایی داشتم. خیلی هایی میگن دین محدودیته، خب فقط حالا از نظری که یکی همین برامون بیشتر توضیح بده که بتونیم توجیهشون کنیم. ببخشید حالا من اگه یقدر رو که حرف میزنم موقعی که بگم یا نگم. بگید هر چی میخواد بگید ازش، اشکال نداره. خدمت شما که عرض کنم، میگن الان موقعی که شما میرید، اون موقعی که ربانان اومدن یه همچیهایی برای ما، خیلی چیها رو برای ما آسور کردن، یه حرفایی که برای ما چندین و چند سال زدن، اصلا نه برقی بوده، نه چندینم زمین فرشی بوده، نه ایچیها نبوده، مال چندین و چند سال پیش بوده، چرا ما باید این کارا رو انجام بدیم؟ این سختگیری هایی که خود ربانان اومدن برای ما انجام دادن، چرا باید جوری باشه؟ ما موقعی که هر جا می یه جایی تو دانشگاه از سر کلاس یا بیرون بابا اگر تو مثلا فرضاً روزه بری یا نری، چه میدونم شنبه فلان کار بکنی یا نکنی، چه تفاوتی داره؟ چه چیزی هستش؟ ما از نظر بخوایم براشون توضیح بدیم و بخوایم براشون بشکافیم که آقا اینا چی هست از نظر ایمانی، چطوری باید باشون صحبت کنیم؟ اوکی ببینید، در بحله اول این سؤاله رو ما باید از خودمون بپرسیم و برای خودمون جواب داشته باشیم. یعنی هر موقع ما بخوایم به کسی دیگه جواب بدیم، اول موظفیم که جواب رو به خودمون بدیم. چون اگر خودمون عمیقا به جوابی که داریم میدیم ایمان کامل نداشته باشیم، نمیتونه کسی دیگه هم قانع کنیم. ببینید همون نکته بود دیروز من عرض کردم در مورد نوح. نوح 120 سال داره به مردم میگه آقا طوفان میاد. چرا نوح نتونست حتی یک نفر رو به خود جلب کنه؟ این همه آدم توی دنیا 120 سال نوح رو میشناسن، مردم میدونن نوح، صدیق، تمیم. نوح ای صدیق، تمیم آیا به دروتا، همه میدونن نوح آدم درستیه، کلاش نیست، دیوونه هم نیست. چرا حتی یک نفر رو نتونست نوح به طرف خداوند بیاره؟ موقعی که ابرام آوینو این همه آدم رو به طرف خداوند کشید، ادهن فاشد اشر آسو بخاران میفرمایند چون که خود نوح عمیقا قبول نداشت که طوفان خواهد اومد. همون که دیروز گفتی فکر خداوند داره بلوف میزنه، فکر که خداوند داره خالی میبنده یه جورایی، یه کمکی. کسی که به اون چیزی که داره خودش مؤمن نیست، نمیتونه به این نفر که منتقلش کنه. ابرام آوینو انداختنش تو کوره آتیش به خاطر خداشناسی. ابرام آوینوی که اینقدر مؤمنه میتونه کسی دیگر رو مؤمن کنه. پس نکته اول اینه که هر موقع ما در مورد سوالای هشقافایی صحبت میکنیم، اول باید جواب خودمون رو بدیم قبل از اینکه بخوایم جواب کسی دیگر رو بدیم. اگه جواب خودمون رو نتونیم بدیم، کسی دیگر رو هیچ وقت نمیتونیم قانع کنیم. این شرط اول. حالا بریم سر سواله. دین محدودیته، این جمله بود که شما فرمودید. این جمله حقیقته. دین محدودیت 100%. ولی خب محدودیت رو کی گذاشته؟ درجه اول خداوند گذاشته. خداوند کیه؟ خداوند سازنده منه. سازنده من حق داره رو من محدودیت بذاره، هیچ برگردی نداره. سازنده من حق داره روی من محدودیت بذاره، اون منو ساخته، به من تپش قلب داده، به من بدن داده، به من نفس داده، به من سلامتی داده، به من بینش چشم داده، به من همه چیز داده. بعد به من میگه اینا که من بدادم باید اینجوری باید رفتار کنی. من کسی هم که بخوام چون و چرا کنم رو همچه حرفی؟ اگر من ایمان دارم که خدا وجود داره، اگر ایمان دارم که خداوند منو به وجود آورده، اگر ایمان دارم که خداوند که منو به وجود آورده به من محدودیت ها رو داده، چون و چرایی نداره. 100%. سوال سر اینه که خب چرا محدودیت داده؟ اوکی میخوای بری بپرسی چرا؟ نهسته به نیشمن، اول برو انجام بده بعد نیشمن. میتونی بری بپرسی چرا؟ اشکالی نداره.
ولی درجه اول نحس است. این موردی بود که به ما تورا رو داد، نعسه به نشمه. نعسه یعنی من چشمسته قبول دارم محدودیتی که خدا من رو من میذاره، محدودیته. قبل از این که اینا اسرائیل بشن پای کوه سینای با تقریبا هر کس که میخواستن به غیر از مادرشون و به غیر از زن شوهردار میتونستن ازدواج کنن، با هر کس که میخواستن، حتی با خواهرشون میتونستن ازدواج کنن، خاله، عمه، هر کسی، به غیر از زن شوهردار و به غیر از مادر، به همه متعار بودن. قبل از این که اسرائیل بشن میتونستن هر گوشتی بخوان، هر حیوانی بخوان بخورن. میدونیم اینا رو خودمون، محدودیت ها پای کوه سینای اومد. به خاطر همین ما صبح شبوت ماسی میخوریم، به خاطر همین اسرائیل گریه کردن یک سال بعدش روی محدودیت هایی که براشون اومد. تورا دین محدودیته، بحثی سرش نیست. چه فایده این محدودیت ها داره؟ اوکی، نشمع میتونید برید بپرسید، ولی قبل وحلی اول نعسه، نعسه هست، همینه که هست. ملت های دیگه که به خداوند گفتن توی تورا چی نوشته؟ به من بگو اول ببینم چه محدودیت هایی هست، من میتونم محدودیت رو قبول کنم یا نه. هشم گفت این تورای به درد شما نمیخوره، ولش کن، تو مشتری من نیستی، برو. مشتری کسیه که بگه نعسه بنیش من. این و نکته اول. پس خداوند آفرینگاره، خدا وجود داره، منو به وجود آورده و به خاطر که منو به وجود آورده به من تورا داده، محدودیت گذاشته به هر دلیلی که خودش سلام میدونه. این نکته اول. برو برگردم نداره. یک یهودی به هیچ وجه نمیتونه خودشو غیر یهودی کنه، امکان نداره. اگه 1001 بار بت پرستی کنه هنوز یهودیه و مجازات میشه. نمیتونه خودشو معاف کنه از محدودیتی که خدا بر روش گذاشته. همینه که هست، آش کشت خالته، بخوری پات نخوری پات، همینه که هست. چرا؟ چون اسرائیل پای کوه سینای گفتن نعسه به نشمن، تموم شد، برو برگرد نداره. این نکته دوم. نکته اول، من باید خودم به این ایمان داشته باشم که بخوام بگم، اگه نه این شرط اول. نکته هشقفایی، خداونده که آفریدگاره، خداونده که منو به وجود آورده و خداوند من محدودیت داده. حالا یه نفر ممکنه به شما بگه آقا فردین، کی گفته خدا وجود داره؟ کی گفته که خدا منو به وجود آورده؟ کی گفته که خداوند به من مذهب داده، دین داده، محدودیت داده؟ از یه جایی اومده. اوکی، این سوالا سوالای به جایی هست، ولی خب سوالی نیست که ایشون داره بار اول توی دنیا مطرح میکنه. سوالا هزاران سال مطرح شده و جواباش کاملا کتابا روش نوشته شده و ثابت شده. و مثل که یه نفر بیاد بگه آقا به من اول ثابت کنید که آنتی بیوتیک چجوری کار میکنه که من آنتی بیوتیک بخورم. آقا الان چند ساله، 100 ساله، بیشتر از 100 ساله مردم آنتی بیوتیک دارن استفاده میکنن برای که عفونت از بین ببرن و کار میکنه. همینه که هست، بخور. نه، طرف عفونت داره، دور از جون، دور از همه. برو، من اول باید برم دانشگاه، برم کلاس از اول تا 12 بخونم، بعد برم دانشکده پزشکی و فیزیک و شیمی رو بخونم تا بفهمم که چه جوری آنتی بیوتیک کار میکنه، تا من برم بخورم. از من کتابا نوشته شده، دانشمندا رو این صحبت ها کردن، بررسی کردن، اثبات کردن. میخوای بکنی بکن، ولی این بهونه نمیشه که چون که من نکردم پس دین رو قبول ندارم. منطقی نیست. چون تو امروز بار اول تو این دنیا به دنیا نیومدی. دانشمندان خیلی بزرگتر از تو اینجا بودن و پرسیدن و جواب دادند. اوکی. روی این تورا میفرماید زخور یمود اولام بینو شنو دور و دور شعلا وی خواب یگت خواب زقنه خواب یوم رولاخ. اگه میخوای در مورد تورا بفهمی، قدم اول
از پدر و بزرگان میپرسی، نمیخواد خودت بری اول کار تحقیق کنی، از اول الف ب بشینی شروع کنی تا بخوای بفهمی. میتونی بکنی، ولی قدم اول این نیست. قدم اول شعلا بی خواهی یگت خواهی زقنه خواهی امرولاخ به هنخر الیون گوییم به افریدو بنه آدم یتسف گبولو دمیم رو بسمه بنه اسرائیل که خیلی قشم امو یعقوب خیلی نخالاتو صریحا توی تورا نوشته اینا رو. اوکی، اگر ایشون داره میگه نه اول به من ثابت کنید، شما بدونید که طرف داره سفسطه میکنه. اگرم به ثابت کنی قبول نمیکنه، طرف دنبال بهونه میگرده. اگه طرف میگه اول ثابت بکن تو من دین رو قبول کنم، طرف میدونه، تایدلش میدونه، همین خودش اگه فردا 120 سال باباش فوت کرد ماهی مثل قدش میزنه. برای چه قدش میزنی؟ برای چی قدش میزنی؟ کی گفته قدش بزنی؟ میزنه، میدونه، تایدلش میدونه، میدونه که اگه بابای من، پدر بزرگ من، پدر پدر بزرگ من اینا میدونستن، دورم معذرت خواست که همه احمق نبودند. این نشده که من دانشمند در از همشون شدم و از بزرگان قوم یهود از گدوله اونام از اونها من دانشمند تر هستم. طرف دنبال سفسطه میگرده. خودتون رو خسته نکنید با همچین بحث هایی. اگه طرف میگه آره من خدا قبول دارم، خدا هم میدونم که ما رو آفریده و میدونم به ما تورا داده، قبول دارم، ولی محدودیت دوست ندارم، بهش میگم ببین از من قبوله، دوست نداری همینه، ولی همینه که همینه، آشه کشک خالت. خب بعد به ما میگه که خب تو را به من گفتی قبول، من هر چی تو را گفته قبول دارم. چرا خخامی اومدن چیزا اضافه کردن؟ این سوال دوم شما بود آقا فرمید. چرا اومدن اضافه کردن؟ چرا سختترش کردن؟ بابا چقدر میکشید؟ اینکه میکشید دفعه میپکه. همه ما این جملات رو شنیدیم. چقدر کشش میدید؟ چقدر سختش میکنید؟ ببخشید شکرت کلامتون. مثلا میگن الان تو که گفتن روز شبات دارو نباید بخوری، دارو به خاطره که میرن به اصطلاح دارو درست میکنن، مال او دوره بوده، الان که نمیخوام برن دارو، دارو ها درست شده. چه کاریه که ما باید الان این کار رو باید انجام بدیم؟ این جمله رو، این سواله رو من میذارم سوال سوم. سوال دوم رو جواب میدم، من میذارم سر سوال سوم. سوال دوم کلی تره. چرا اصلا خخامی باید بیاد این سختی رو ما بزنه؟ اما کی گفته که خخامی اصلا حق دارن همچین کاری بکنن؟ کی به اینا حق داده؟ چون که حالا خخام شدن بیان رو مردم محدودیت بذارن؟ یعنی چه؟ جواب این اینه که این قدرت رو خدا من بهشون داده، خود تو را. چرا؟ چون تو را میدونه که جامعه عامه مردم، طبیعت مردم هست که خود به خود وقتی یک کاری رو چند بار انجام دادن شل میگیرن، سست میشن و بیخیالن. ببینید یه پرستاری که روز اول میره بیمارستان شغل پرستاری بگیره، شیش دنگ حواسش جمعه، هر دستگاهی بوق بزنه میدوه، نکنه خبری باشه. نه که ایشون وسواس داره، میدونه چه خبره. حالا این پرستاره 10 ساله تو بیمارستانه، چند نفر هم دیده که دور از جون رفتن، چندین نفر، به اصطلاح پوستش کلوف شده، هر ماشینی بوق زد نمیدوه. اوکی اینجا اونجا حالا دوایه میخواد آمپول رو بزنه، دقیق حساب نمیکنه که یه کمک بیشتر نباشه، یه کمک کمتر نباشه، نگاه میکنه میزنه. آدم خود طبیعت آدمی که سست میشه تو همه زمینه ای. طبیعت آدم. سرباز هم همین جوریه، روز اول جنگ شیش چشی میپاد، بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه عادت میکنه، حواسش دیگه خیلی جمع نیست، اون موقع تو درد سر میفته. یه نفری میخواد ازدواج کنه، با دختره داره میره دیت، نامزدن، مواظبه چه کلمه ای از دهنش در بیاد چی از دهنش در نیاد.
چی کار بکنه چی کار نکنه، قضا میخوره دهنش صدا بده یا صدا نده. تازه ازدواج کردن ها این نیست که بگیم خب حالا این قبل از ازدواجه، وقتی براخو گفتن دیگه برخواست، نه براخوشو گفتن، هنوزم شازده دوماد حواسش هست، هر روز صورتش اصلاح بکنه، هر روز مرتب و منظم باشه، عرقش زیر بغلش بو نده، مواظبه، خیلی مواظبه. هر روز خانم هم اینجوریه، 10 سال 15 سال تو زندگی رفتن جلو، اوکی دیگه همینه، اصلاح نکردم نکردم، یکمکی هم عرق کردم زیر بغلم بو میده خبری نیست، خوراک میخورم دهنم صدا میده خبری نیست. چرا خبری نیست؟ چی شد؟ چی عوض شد؟ آدم نمیتونه، سست میشه، خود سست میشه و اون موقع تو درد سر میفته. طبیعت آدم. بنابراین تورا میفرماید اوشمرتم ات میشمرتی، اوشمرتم ات میشمرتی، میشمرت منو شمیرا بکنید. شمیرا یعنی محافظت کردن، محافظت کنید چیزی که من میخوام محافظت بشه. یعنی چه محافظت کنید؟ میفرماید اصل میشمرت میشمرتی، برای اون چیزی که من گذاشتم باید یه حساری دورش بکشید. شما خخامی موظفید که حسار بکشید دور میسمه های من که کسی رو میسمه ها شل نشه، اگه شل شد ول میشه، یه حساری بکشید که ول نشه. من گفتم کسی حق نداره شبات چیز بنویسه، آسوره نوشتن روز شبات ملا خواست. آیا مسئله ای که آدم یه خودکاری بگیره با خودکار بازی کنه؟ میخواد بازی کنه، بازی بازی کنه، نه. ولی ببین روز اول که بازی میکنه حواسش نیست که نرویسه، حواسش هست ببخشید که نرویسه. روز دوم سوم روز دهم پونزدهم دیگه حواسش نیست مینویسه. گمارا میفرماید که آسور لیقرول اورهنه، آسوره که آدم تورا بخونه زیر نورش چراغ، چراغ روغنی شبات. چرا؟ چون ما میترسیم مشغول بشه، بعد چراغیم داری سوسو بزنه، این بیاد چراغ رو یه داری یله کنه که روغن بهتر به فتیله برسه، بهتر بسوزه و شباته اوور میشه. گمارا میفرماید اما رب اشمایل، رب اشمایل گفت انی اقرا ولاعته، من میخونم به حواسم هست که تکون ندم. گمارا میفرماید خوند و نزدیک بوده که تکون بده، یا طبق بعض یا حتی تکون هم داد، یعنی اوور شد روی ملاخای شبات. گفت کم ما گدولیم دیبره خخامیم، چقدر بزرگ گفتار خخامیم، که خخامیم چقدر عاقلن، چقدر دانان، چقدر آینده بینن که گفتن که آدم همچی کاری نکنه، چون اگه بکنه تو درد سر میفته. تورا خودش وظیفه گذاشته روی بزرگان قوم که همچین محدودیت هایی رو برای قوم بذارن، اصل و میشمرد نمیشمرتی، حسار بکشید، حسار محدودیت، محدودیت بذارید که مسئله نشه. خخامیم گفتن بنابراین خودکار مقصص، نمیشه تکونش داد، اصلا نمیشه دست داد که تکونش بدن، مبادا اگه تکون بدی بیا باش بنویسی، تموم شد. بنابراین اینی که خخامیم محدودیت گذاشتن، حق دارن که محدودیت بذارن. خب سوال سر اینه که خب اگه حق دارن چرا خداوند خودش محدودیت رو نذاشت؟ اگه خود خداوند نذاشته اینا بذارن خب خودش بکنه. جواب اینه که خداوند میگه بستگی به دوره داره، بعضی از دوره ها اینو احتیاج دارن، بعضی احتیاج ندارن. به عنوان مثال، به عنوان مثال موقعی که خداوند تورا رو داد، خداوند گفته بود که شما نمیتونید حمل و نقل کنید از رشود ایاخید تو رشود عربیم، از رشود عربیم به رشود ایاخید، نمیشه. جاهایی هست که نه رشود ایاخید هست نه رشود عربیم، کرملیته، ماغون پاتوره، اونجا میشه. تا دوره شلومو همهلخ مردم هم چیکار میکردن؟ یعنی اگر توی خیابون بودن و پهلو خیابون، یا بهتر بگم توی خونه بودن و نزدیک خونه اون ور دیوار خونه یه صحرای بزرگ بود،
میتونستن یه چیزایی رو از خونه ببرن توی صحرا. صحرا کرملیته، رشود عربیم نیست، کسی ازش رد نمیشه. بنابراین موتاره از خونه ببرن توی صحرا، اصلا کسی که توی ده زندگی کردن، از خونه ببرن تو صحرا مسئله ای نبود. شروع معامله خوبت و گفت که نه ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون تا دوره شروع معامله مردم مواظب بودن. صحرا میتونیم ببریم، تو خیابون نمیتونیم ببریم. وقتی رسید دوره شروع معامله، شروع معامله دید که مردم سست شدن. وقتی میگی تو صحرا میتونی ببری، تو خیابون هم میبره با بلا. پس باید بیاد محدودیت بذاریم. خداوند محدودیت نداشت چون اون موقع احتیاج نبود. هر دوره نسبت به احتیاج خودش خخامیم اون محدودیت ها رو میذارن. گمارا میفرماید موقعی که شلوم ملخ محدودیت گذاشت همچین چیزی تقاضا کرد عروف یا تا بدقل و آمرا. بدقل اومد گفت بنی ایم خخام لی بخا یسمخ لی گمانی. هشم گفت که اگه توی قد خخامی بارو خشم، چقدر من به افتخار میکنم، چقدر خوشحالم که تو چقدر خخامی که مسئله رو دیدی و مسئله رو درستش کردی. پس بس خداوند این قدرت رو در قدرت خخامی گذاشته که چیزایی رو محدود کنن به شرط یه احتیاج باشه. یه مثال دیگه، موقعی که ایسرائیل تو بیابون بودن اجازه داشتن نون بخرن از غیر یهودیا، همون که تورا میفرماید وقتی خواستن برن از ادوم بگذرن به ادوم گفتن ما پول میدیم از نون میخریم. نون مطار بود تا دوره دانیل. موقعی که دانیل آورده شد توی قصر بخت و نصر نبوخذنصر، دانیل نخواست بخوره از نون بخت و نصر، چون گفت من نمیخوام نور غیر یهودی بخورم، اگه بخورم کشیده میشم و از راه میرم بیرون و ممکنه به ازدواجم به کشیده بشم، نمیخوام. و نخورد و بر اساس این خخامین بعدن نون رو ممنوع کردن، نون غیر یهودی رو ممنوع کردن. چرا؟ چون اگر بیاد نون ازش بگیره بخوره باهاش هم سفره میشه، هم سفره میشه و عادت میکنن، عادت میکنن ازدواج میکنن خرابکاری میشه. نون غیر یهودی رو ممنوع کردن، البته نون خونگی نه نون نونوایی. نون نونوایی همچی مسئله نداره، نون خونگی رو ممنوع کردن. یعنی اگر یه یهودی یه همسایه داره غیر یهودی که نون پخته نون براش تعارف میاره، یهودی نمیتونه نون رو بخوره با وجود که میدونه که نونه کاملا کاشره، نمیتونه بخوره. چرا؟ چون مسائل پیش میاد. خب چرا خداوند اینو ممنوع نکرد؟ به خاطر که دوره ای که اون اولی همچین مسئله پیش نمی اومد، مردم مومنتر بودن، خازاکتر بودن. حالا مردم سسترن، مردم توی گالوتن، راحتتر خصمشانم کشیده میشن به ازدواجای غیر. همه ما میدونیم، آشنایی داریم متاسفانه. وقتی هم سفره شدن، وقتی میتونن با هم غذا بخورن، کارهای دیگه هم با هم میکنن، تموم شده رفت. پس این محدودیت یه خداوند خخامیم قدرت داده، مأمورشون کرده که سر موقعی که سلام میدونن محدودیت بذارن. این سوال دوم. سوال سومتون، خب بابا اون محدودیت ها برای اون موقع بوده که برای اون موقع کار میکرده، حالا شاید اینجوری نباشه، حالا عوض شده. به قول شما دارو که گفتن دوره قدیم بوده که دارو میگرفتن میکوبیدن، امروزه که کسی دارو نمیکوبه، همه داروها پیش ساخته است. چی میشه این؟ این حرف خیلی درستیه، حرفتون 100% بجاست، ولی اشکال کار اینه که موقعی که یک رهبری یه جامعه یه حکمی میکنه
رهبر بعدی اگر به درجه رهبر اولیه نباشه نمیتونه حکم رو باطل کنه، نمیتونه باطل کنه. یک، به خاطر حرمت برای بزرگان قبل. دو، به خاطر که شاید یه مشیت های دیگه هم در کار باشه که من اطلاع ندارم. که ما را میفرماید موقعی که خخامیم پنیر غیر یهودی رو ممنوع کردند، یه سوال جالبی پیش اومد. از من بیارم ببخشید. موقعی که پنیر غیر یهودی رو ممنوع کردند، قبلش مطهر بود، مجاز بود، بعدش ممنوعش کردند، ببخشید و بهتون ایشید مثلا کنم. گمانه می فرماید که یکی از امورایم پرسید از یکی دیگه از امورایم که پنیر گویمی رو غیر یهودی رو چرا خخامیم آسور کردن؟ چرا اصول کردن؟ ایشون جوابش نداد. در عوض ازش یه سوالی پرسید. یعنی زد کوچه علی چپ مثلا. زد کوچه علی چپ. که من یه سوالی دارم. یه پاسخی از توی شیرشیرین. من معنیشو نمیدونم. عوضی که جواب سوال طرفو بده. که من معنی این سوال رو معنی این پاسخ رو نمیدونم. میشه این پاسخ رو برای من توضیح بدی؟ یه چیه پاسخه؟ یه پاسخه میگه کیتوویم دوده خامیعین، کیتوویم دوده خامیعین. این پاسخه آیا مذکره یا مؤنثه؟ آیا خداوند داره به قوم اسرائیل میگه یا قوم اسرائیل داره به خداوند میگه؟ یعنی زن کوچه علی چپ. یه ما را بعد جواب میده که ما را میفرماید که من که توویم دوده خواه میاین، قوم اسرائیل داره به خداوند میگه، دوده خواه محبوبان تو برای من بهتر هستن از شراب. اما هر کنست اسرائیل یه ما را عبودازارا دفلام اده امرو کنست اسرائیل اتنه اقادش بارو خوب قوم اسرائیل گفتن جلو به عشم ریبون و شلولم عربیم علی دیوره دودخا، برای من کلام محبوبان تو یعنی خخامیم برای من شیرین تره میگه ناشد تورا حتی از خود تورا، کلام خخامیم برای من محبوب تره حتی از خود تورا. چرا؟ چون به خاطر که اگر به خاطر کلام خخامیم نبود تورایی که تو به ما دادی باطل می شود. اما علیه ایشمایل اما رب شو به پازی بیتم رب شو به امین بیرش نمشه. گمارم می پرسه میگه خب چرا ایشون زد کوچه علی چپ؟ از این سوال پرسید، گفت پنیر گویمی رو که خخامی ما اصول کردن چرا اصول کردن؟
چرا عوض که جواب بده زن کوچه علی چپ؟ ایمارا میگی فرماید به خاطر ای که پنیره رو به چندین دلیل مختلف آسور کردن. اگه من دلیلشو بهت بگم ها، یه دلیل بگم ها، میگه خب توی حالت این دلیل مصداق نداره پس مطاره. بنابراین من دلیلاشو نگفتم بهت، اصلا جواب ندادم، چون هر جوابی بدم ممکنه ازش مسئله به وجود بیاد. تو فکر میکنی دلیلی که خخامین گفتن که دارو استفاده نکنن فقط به خاطر اینه که دارو رو میکوبیدن؟ دلیلای دیگه هم ممکنه داشته باشه و تو اطلاع نداری. گمارا میفرماید آمر اولا، اولا میفرماید که گازر گزرات رو به معرابا، موقعی که توی ارس اسرائیل گزرا میکردن ها روی جماعت محدودیت میذاشتن ها، لو مگلو تعما اتره سر یرخه، تا 12 ماه به مردم نمیگفتن. چرا؟ اگه یه محدودیتی میذاشتن نمیگفتن به مردم چرا ما محدودیت رو گذاشتیم تا 12 ماه. چرا؟ دیل ما ایکا اینیش، چون ممکنه یه نفری باشه دلست ویراله که این دلیله به ذهنش منطقی نیاد، بگه به خاطر این همچکاری کردن ولش کن بی خودیه، به آتین زلزولی با و بیاد خاری بیاره و اون تقانه رو باطل کنه. پس هر تقانهی که خخامیم کردن چندین و چند دلیل مختلف پشتش هست، به خاطر همین نمیشه باطلش کرد، مگر اینکه یه رهبر بعدی، خخامیم بعدی بزرگتر از خخامیم اولیه باشن که تمام جوانب رو در نظر بگیرن و بعد باطل کنن. اگر نه نمیتونن باطل کنن چون تمام جوانب رو در نظر ندارن، درجهشون به درجه اونا نیست. بنابراین خیلی مختصر برای جواب سوال آخرتون، امروزه این کار نمیکنه، کار نکنه، خخامیم ممنوع کردن و حرف خخامیم تاج سر ماست، راه دیگه ای نداره. چرا نه؟ چون همه این دلیل ها شما نمیدونیم، اگر یه چیزی گفتن یه چیزی میدونستن که گفتن، و اگر من فکر میکنم که بی خودیه کمبود از منه نه از اونشون. بنابراین ما ضد حرف خخامیم نخواهیم رفت. پس من خدمت شما چند نکته عرض کردم. یک، قبل از که بخوام جواب کسی بدیم باید جواب خودمون بدیم که خودمون واقعا به جواب مؤمن باشیم. دوم، شرط دین محدودیت، بله، و خداونده که محدودیت رو گذاشته و حق هم داره، آفریدگاره، منو آفریده، صلاح منو میدونه و روی منی که خداوند همه چیز رو به من داده محدودیت میذاره، بحثی سرش نیست. سوم، چرا این محدودیت ها رو خخامیم زیاد کردن؟ چون خخامیم صلاح قضیه رو بهتر میدونن و اجازه داده، خشمشون اجازه داده که همچی کار رو انجام بدن، موظفش رو کردن، خداوند اینا رو موظف کرده که محدودیت بذارن. گاهی از این محدودیت ها برای ما ممکنه کار نکنه، این روزا فرقی نمی کنه، چون که اونا بزرگتر از ما بودن، عقل و دانش و ذکاوتشون بیشتر از ما بوده، اونا چیزایی دیدن که ما ندیدیم، اونا چیزایی در نظر گرفتن که ما نمیدونیم. اینه که نمیشه بزنیم زیرش، نمیشه ولش کنیم. این خیلی مختصر. و یه نکته دیگه من اینجا به عنوان نکته آخر روی این بحث خدمتتون عرض کنم. ماشاءالله ما ادوار دومه، یه نفر کارخونه داره، کارخونه داره و میخواد یه چند نفری رو استخدام کنه برای کار توی کارخونه. مردم هم دنبال کار میگردن، لحله پول و کار میزنن، کار ندارن، پول ندارن، پول میخوان. ایشون میذاره یه روز برای استخدام، استخدام میکنه، استخدام میکنه، هر کسی که میاد استخدامش میاد توی کارخونه. روز اول رئیس کارخونه وای میسته و میگه آقایون من میخوام بهتون بگم، من شما رو استخدام کردم، اینجا قوانین وجود داره، اینجا شما ساعت 7 صبح بوق میزنن باید سر کار باشی، نه که 7 از خواب بیدارشی بلنشی بیا، یا 7 اینجا آماده کاری، بوق زدن شروع میکنی به کار. ساعت 12 بوق میزنن موقع نهاره، ساعت 10
بوق میزنن برای 10 دقیقه، یه چایی، قهوه‌ای، چیزی بخوای بخوری، استراحت. ساعت 12 بوق میزنن برای نهار. ساعت 12:45 بوق میزنن سر کار دوباره شروع میکنی. این روزا میه سر کار، هر کسی سر کار اومد باید اینجوری کار کنه، وظیفش اینه، چه میدونم کاری که باید بکنه. کسی میتونه بگه نه نمیخوای؟ اخراج، یه نفر دیگه میارم، من احتیاج به تو ندارم، تو به من احتیاج داری. اینا به کارگر ریخته، تو نمیخوای یه نفر دیگه میگیرم. طرف رو سر میذاره هرچی رئیس بگه اطاعت. بعد رئیس میگه هر گروهی یه سرکارگر داره و سرکارگره باید نظارت کنه و سرکارگره به شما هرچی بگه گوش باید بکنید، اگه گوش نکنید که فایده نداره، به چه دردی میخوره سرکارگری که بهش گوش نکنه. اوکی؟ شروع میکنن به کار. یه هفته دو هفته بعد سرکارگره میاد به این طرف میگه ببین تو، من میدونم ساعت 10 وقت قهمته، خب ساعت 10 تو کار کن اینجا، وقتی بوق زدن من 10:30 بهت وقت میدم، 10:30 برو. من به تو اینجوری میگم، اینجوری بهتره، اینجوری کارا بهتر راه میفته. تموم شد. سرکارگر گفته باید بکنی، چون چرا نداره، چون رئیس گفته بود که هرچی سرکارگر میگه باید گوش کنی. ساعت 10 نرو سر برای چایی، ساعت 10:30 برو برای چایی. چرا؟ چون اگه همه ساعت 10 برن این قسمت از کار میفته، من نمیخوام از کار میفته، میخوام مرتب بره جلو. یه عده میرن شیفتی، بعد اونا میان بعد چوب تو برو، اینجوری بهتره. تموم شد. کسی چون چرا نمیکنه. دوست نداری؟ من ریپورت میدم به رئیس، اخراج میشی، یه نفر دیگه میارن. همه ما اینو درک میکنیم. دنیا هم همینه. خداوند دنیا رو آفریده، ما رو تو این دنیا گذاشته به عنوان کارگرهای این دنیا، البته برای خوبی خودمونه که آخر کار مزد گیرمون بیاد، ولی ما کارگریم. خداوند هم قوانین رو برای ما گذاشته، قوانین و ضوابط کارگری اینجوریه. چرا قبل از تورا نگذاشت؟ نمیدونم، اون موقع کارخونه فرق میکرد، حالا کارخونه فرق میکنه. و سرکارگر هم وجود داره. لوتا سورو می ندوار اشد یکی دول خواه یامین و سمول. خدا من می فرماید از چیزی که این سرکارگر ها بهت میگن تخطی نکن، نه چپ نه راست. افیلو الیامین شهو سمول، انسمول شهو یامین. حتی اگه به تو بگن چپ راسته، راست چپه، قبول کن. اگه من گفتم ساعت 10:30 وقت چاییه، ساعت 10 وقت چاییه، ایشون میگه 10:30 قبول کن. اگه من گفتم شفار بزنید روز روش شنا، اینا میگن اگه روش شنا افتاد شبات شفار نزنید، قبول کن. نمیزنه، تمام قوم اسرائیل شفار نمیزنن، مثل امسال شبات بود شفار نزدیم روز اول. همینه، من گفتم روز اول موعد سوکا لولاب و اتروگ، خخامه میگن اگه روز اول موعد سوکا شبات شد نه نکن. حرف خدا رو عقب زدن، اجازه دارن. تموم شد. یه دلیلی بوده میرفتن تلوشو دارن بیم فلان مینا، یه فرقی نمی کنه، خخامیم گذرا کردن گذشت، همینه که هست. ماشاءالله اینه کارخونه است. یه نفر بگه آقا من استعفا میدم، نمیخوام، اشکالی نداره، استعفا میده از کارخونه مرخص میشه. تنها استعفایی که یه یهودی میتونه بده اینه که از این دنیای مرخص شه، استعفای دیگه ای برای یهودی وجود نداره، جور دیگه نمیتونه استعفا بده. اگه یه روز میاد سر کار، یه روز یه هفته نمیاد سر کار، مجازات میشه. کارگر کارخونه هست، کارخونه نمیتونه نه سر کار، نه سر کار تو رو معاف نمیکنه، برعکس محکومت میکنه. اینجوریه، این حقیقت یکی هست. این حقیقت امروز نبوده، پارسال نبوده، ما این حقیقت ما الان 3000 خورده ای سال خدمت داره، خدمت داره.
همینه که هست. امروز کسی به دنیا نیومده بگه من نمیخوام. اونایی که خواستن بگن نمیخوام بودن و دیدن و عاقبتش هم دیدن. نکنم چه کاری، همینه که هست. بنابراین تنها جمله‌ای که باقی میمونه ایه ایفدو ات هشم بسیمخا با اول فناب بیرنانا، خداوند رو عبادت کنید با شادی با سیمخا. وظیفه‌ای که روی ما هست به هر صورت، عوض که بخوایم گله بکنیم و شکایت کنیم و چه میدونم از این ور، با سیمخا با شادی با عشق با علاقه بیا سر کار. ایفدو ات هشم بسیمخا با اول فناب بیرنانا دهو کی هشم هو الوکی، بدونه که خداوند خداست. شرط اول هو آسانو، او ما رو ساخته، خداوند ما رو ساخته، هم که عرض کردیم خداوند ما رو آفریده. بلو انخنو، ما مال خدا هستیم، یا اونجوری که نوشته، نه که ما خودمون رو ساختیم. اما به سو مریتو، ما قوم خداوندیم، ما گوسفند گله خداوندیم. اگه اینجوری هم رفتار کنه این دو تاشم بسیم خواه، کاری که ما میکنیم با شادی خواهد، اون موقع برامون سخت نخواهد بود محدودیت. این از نظر هشم فلان. خزاکو برو خدار بارم ممنونم، خواهش میکنم. تنکیو برای سوالتون، تشکر که سوال رو مطرح کردید، چون میدونم سوال خیلی اینجوری هست. تشکر، خزاکو برو، ممنون که بودن، خیلی عالی بود. خواهش می‌کنم. نبوتای موفق بود، روز شاد باشید. دوباره تشکر از اینکه با وجودی که برخا بودید تو شهر، زخم گذاشتید، موقعیت مناسب نبود، تو هوای باز بود، بعد تونستید بیاید تو کتابخونه، ولی برای ما لیموده که در هر حال باید تلمود تورا داشته باشیم و عملاً به هممون درس دادید. امیدواریم که همیشه سالم سرافراز وشم یه ملت کن میشل و لیبه خاله تو با لعباده توی بارخ با همراهی شما انشالله بریم جلوی ماشیه. خزا کوبروخ دیه ایشر کو خخم سالم و شاد باشید همیشه. آمین، تشکر میکنم. دیدار ما با امید شب روز دوشنبه بزرشم بریده، چون من فردا توی ماشین هستم. بخیر کنیم. اوکی نبوتایی هستخواه براخواه بزرشم. شلوم براخواه.